توی فیلم‌ها روابط‌های عاشقونه کلاً خیلی کول و ناز و باحال و خفنن و همه جوره جذابن. ما می‌خوایم بررسی بکنیم توی این ویدیو که چقدر به واقعیت نزدیکن. درود به همه هومیا، خیلی دوستتون دارم. محمد باستابم. سابسکرایب و نظراتو که می‌دونین. بریم سری سر اصل مطلب. آقا کلاً جریان اینه که تو ویدیوها، تو فیلم‌های وقتی که ما می‌بینیم، خیلی برامون اون رابطه عاشقونه، حالا فیلم عاشقونه که می‌بینیم، جذابه و ناخودآگاه، حالا به خصوص اگر مثل من از زمان تینیجریتون فیلم باز بوده باشین و انواع و اقسام فیلم ها رو بشینین نگاه بکنین، خیلی تو زندگیتون این میتونه تاثیرگذار باشه. اگر که یه آدمی که حالا قبولش دارین و حرفش رو میتونین بپذیرین نیاد بهتون بگی که دیوانه، این فیلمه، این به واقعیت اصلا هیچ ربطی نداره. چون که خب فیلم‌ها میان دسته‌بندی میشن از لحاظ ژانری، فیلم تخیلی هست، فیلم نمیدونم رمانتیک هست، تراژدیک هست، فیلم اکشن هست و تموم اینا، که بیشتر وقتا مغز میاد حتی اکشن‌ها رو هم میذاره توی ژانر تخیلی، ولی فیلم‌های عاشقانه بیشتر از اون دسته فیلمایی هستن که حتی آدم هم میدونه فیلمه ولی میتونه تاثیرهای خیلی زیادی روی مغز داشته باشه و باعث بشه ناخودآگاهاً آدم بیاد بر اساس رفتارهایی که توی اون فیلم میبینه رفتار بکنه. حالا آقا ما بریم سر اصل مطلب و یه سری فیلمو من اینجا براتون نمایش میدم، با هم دیگه بیایم بررسی بکنیم ببینیم که چقدر به واقعیت نزدیک. شماره 10، اینکه آقا عشق همه چیزو میتونه فتح بکنه و هر چیزیو میتونه عملی بکنه. ما تو فیلمای عاشقونه خیلی زیاد اینو دیدیم که وقتی دو نفر عاشق هم میشن میخوان از تموم من موانع و منابع و همه چیو رد کنن و فقط آقا مهم اینه که اینا بیان اینجوری به هم برسن، ولی خب وقتی به واقعیت نگاه میکنیم که همچین چیزی نیست. آقا خیلی مهمه که نمیدونم دو نفر که با هم آشنا میشن از چه فرهنگی باشن، نمیدونم از لحاظ مالی به هم نزدیک باشن. تو فیلم عاشقونه اینجوری نیست، نمیدونم دختر گدا پسر پولدار، پسر گدا دختر پولدار، همش اینجوری، این تضادا و ایناست که میاد جذابش میکنه. تو واقعیت اصلا همچین چیزی، خیلی ها میگن نه یک در میلیون وجود داره، من به نظرم همون یک در میلیارد هم حتی وجود نداره. چرا یک در میلیون؟ و اگر هم وجود داشته باشه چیز کاملا مریضیه، یعنی اصلا عجیب غریبه. عامل 9 رو بررسی بکنیم. عامل 9 اینجوریه که تو فیلم‌های عاشقونه آدما برای عشقشون همه غلطی میکنن. خب مثلا یکی از صحنه‌هایی که ما توی خیلی از فیلم‌ها دیدیم اینه که چه می‌دونم دختره می‌خواد بره مثلا از کشور خارج بشه، می‌خواد بره یه شهر دیگه زندگی کنه، یا مثلا می‌خواد بره با یکی دیگه ازدواج بکنه. تو فیلم این پسر اینجوری میفته دنبالش، نه نمیدونم نرو فلان بیسار، جلو روش راهشو میگیره، تو رو خدا من بدون تو میمیرم، ما با هم مثلا میشینه گریه میکنه. بس اول اینو بگم که اگر یه پسر توی رابطه جلوی دختر گریه کرد، اون رابطه فاتحش خونده است، تمام. اصلا هیچ ربطی به این که نمیدونم گریه مال مرد هست یا نیست نداره، من کاری به این تابوها ندارم. آقا این یه چیزه کاملا ناخودآگاه، دست خود دخترم نیست. اگه پسری مردی این ویدیو رو داری میبینی، یه دونه اشک ریختی جلو دوست دخترت، پارتنرت یا هر کسی، فاتحه اون رابطه تو بخون، تمومه. اگه طرف زنت باشه دیگه است، همه اعتبارت رو یعنی زیر سوال ببر. این چیزیه که من هزاران بار دیدم و این کاملا قطعیه، یعنی اصلا یه دختر سالم نمیتونه مردی که اشکش در مشکش بپذیره، یا حالا میشینه گریه میکنه فلان این حرفا، یا اینکه مثلا میفته دنبالش جلو راهشو میگیره. آقا اصلا این حرکت توی خیلی از کشورها جرم حساب میشه، تو رو به عنوان استاکر میگیرن، دهنتو سرویس میکنن که چرا دنبال دختر مردم افتادی. ولی خب واقعیت اینجوریه که آقا آدم کار عقلانی که میتونه بکنه اینه که برداره به طرف یه زنگ بزنه به که فلانی مثلا، حالا مطمئنی داری میری، مطمئنی نمیدونم از اینکه رفتی و خدافظ، همین میتونه زنگ بزنه و حالا یا متقاعد میشه یا نمیشه، خیلی واقعا اصرارم نداره. بریم عامل 8 رو بررسی کنیم ببینیم چی. عامل 8م توی فیلمای عاشقونه اینجوریه که کات کردن کلا جذاب و رمانتیکه. حالا یه جاهایش مثلا رمانتیکه، اونجایش که دختر و پسر از هم کات میکنن، میرن با دوستاشون عشق و حال خوش میگذرونن و جشن میگیرن و آره ایول کات کردینه، یه مدلشه تو فیلمای عاشقونه. یه مدلش هم اینه که میان کات کردن رو خیلی جذاب نشونش میدن، مثلا دختر پسر با هم دیگه کات میکنن،
بعد یه جایی دوباره میان، حالا به واسطه دوستان یا اتفاقاتی که وسط فیلم میفته تا به آخر خط بشه توی خط داستانی، اینا دوباره با هم روبرو میشن و یهو وقتی که دوباره آشتی میکنن، همو بغل میکنن، میبوسن فلان اینا. ولی احمقانه ترین کار توی واقعیت اینه که آدم بخواد به اکسش از آدمی که ضربه خورده برگرده، چون دوباره ضربه میخوری و اصلا کات یعنی تموم دیگه. چند بار آدم کات میکنه برمیگرده؟ و نمیگم نشده، نمیگم کلن قدغنه، همچی اعتقاد ندارم، ولی کلن در کل میشه گفت حرکت اشتباهیه توی واقعیت. عامل شماره 7، آقای دارن تو خیابون، یا توی فیلم ها اینجوریه که تو خیابون طرف رد میشه بعد یه اون میبینتش، آره اسم چیه، من مثلا سمیرام، اسم تو چیه، من مثلا پارسام، بعد اینا همو میبینن و همونجا آره تو چی کار میکنید، من حالا فیلم خارجی اینجوریه، مثلا اون یکی جزمینه، اون یکی تامه، بعد تو چی کار میکنی، من دانشگاه نمیدونم مثلا سوربن دف کجا دارم درس میکنم، اون یکی من آره منم هاردوار درس میدم. خب ما چقدر همو دوست داریم و عاشقونه عاشق همین، و فیلمم هم به همین منوال تموم میشه با چالش، یه سری چالش هم وسطا داره و میگذره. ولی کلا تو زندگی واقعی این شکلی نیست که توی آدمی تو خیابون ببینید یک در هزار اتفاق میفته و این رو ناخودآگاه آدما تاثیر میذاره. چرا؟ چون خیلی ها باعث میشه که مثل فیلما منتظر باشن تا یکی اتفاقی پستشون بخوره، در صورت که توی واقعیت یا تو مثلا با یه آشنایی، فامیلی، دوستی، کسی اینجوری باید معرفی بشی که خب رابطه هم خیلی سالم تره. یعنی به عنوان دختر یا پسر هیچ فرقی نمیکنه، در کل تو باید بری دنبال گرایش، دنبال رابطت، دنبال اون آدمی که حالا مد نظرت میخوای باید دنبالش باشی. یعنی باید به دوستات باقا، این چیز زشتی نیست، باید به دوستات بسپاری که من همچین کیسی میخوام، اگه پستتون خورد مثلا معرفی کنین، آشنا کنین، فامیل فلان. قدیم هم همینطور بوده، قدیم هم مادرها میرفتن تو حموم زنونه عروس برای پسرشون انتخاب میکردن، و الان اینجوری شده که همه منتظر یکی از آسمون بیفته یه معجزه ای داره. بیخیال، همش علکیه. شماره 6، عامل شماره 6 اینجوریه که توی فیلما تو هیچ کسی غیر از پارتنرت احتیاج نداری و صبح تا شب با اونی وابستگی فلان، برای هم میمیرین، همو با هم دیگه میکشین و همچی چیزی اصلا کلن ناسالمه. یعنی یه نوع بیماریه این که تو وابستگی 100% بخوای به یه آدمی داشته باشی و هیچ گونه اعتماد به نفس و استقلالی نسبت به هویت خودت و افرادی که دور و برت باهات در ارتباطن بخوای نداشته باشی. اصلا این یه چیز سمی هستش. یعنی تو در حالی که پارتنر داری، دوست دختر داری، عشق داری، هر کس حتی زن داری، باید با خانواده‌ات، دوستات اینا ارتباط داشته باشی. این یه رابطه واقعی و تو واقعیت هم که همین شکلی. عامل شماره 5 اینه که یه نفر مثل فرشته نجات از آسمون میرسه توی فیلم ها، توی رابطه، و مثلا طرف رو میاد از افسردگی و غمی که داره به صورت کلی نجاتش میده و اون طرف به زندگی خیلی خوبی میرسه. ولی تو واقعیت اصلا اینجوری نیست. تو اگه افسرده باشی، یا آدم افسرده رو به خودت جذب میکنی، یا اینکه اصلا هیچکی به خودت جذب نمیکنی. و اول اگه تو میخوای یه رابطه خوب داشته باشی، اینجوریه که باید خودتو خوب کنی، درمان کنی، به استقلال، اعتماد به نفس برسی، حالا که میتونی غیر از اینکه حال خودتو خوب نگه داری و برای بهتر شدن خودت هر روز تلاش بکنی و از این قضیه هویتی شخصیت درونی خودت بی نیاز شدی و نیازمند درمان خاصی نیستی، میتونی وارد یه رابطه بشی. یعنی سالم بودی، اعتماد به نفس داشتی، حالا برو آقا با یکی تو رابطه برای بهتر شدن زندگی، نه اینکه یکی رو وارد رابطه بکنی که تازه اون بیاد تو رو بهتر بکنه. همچی چیز آقا نداریم. یعنی این جور رابطه ها به یه هفته یک ماه نشده که تموم میشه، تموم هم نشه کلی مشکلات در پیدا. عامل شماره 4 اینه که توی فیلم ها رابطه ها تموم مشکلاتشون رو میان با گفتگو حل میکنن، مثلا خیانت میکنن میان حل میکنن، فلان میکنن. آقا ولی تو واقعیت اصلا اینجوری نیست. تو واقعیت اینجوری نیست که تو بخوای خیانت رو با یه سری حرفا حل بکنی. یه سری رونده که باید به مرور زمان به صورت ریشه‌ای حل بشه، آروم آروم، گاماس گاماس، پله پله جلو بره، طرف تعهد داشته باشه به اون روند و گفتگویی که قولش داده، و طی زمان میشه گفت که میشه یه مشکل یا حل کرد یا نه. مثلا زمانم بستگی به اون مشکل که اتفاق افتاده داره دیگه، از 1 ماه، 2 ماه، 6 ماه تا شاید ممکنه چندین سال طول بکشه.
شماره 3 تو فیلم‌های شکلیه که کاپل یا همون دوتا زوج با هم هیچ ارتباط اونجوری ندارن، یعنی مثلا پسره مشکل داره خیلی مردونه همه چی رو می‌ریزه تو خودش، یا دختره مشکل داره هی منمن می‌کنه هی نمیگه، مثلا اینجوری سرش کج می‌کنه میره، بعد اینا تو فیلم‌ها خیلی جذابه، ولی تو واقعیت اینجوریه که آقا تو باید مشکلتو بگی. این چیزیه که من خیلی تو روابط واقعی دیدم که قشنگ مشخصه الگوبرداری از یه سری الگوهای اشتباه سینما تیکه، که طرف نمیاد مشکلشو بگه، بعد انتظار داره که مثلا تو حدس بزنی. این قضیه تو خانوما خیلی بیشتره. آقا مشکلاتتون رو واضح برای هم دیگه بیان بکنید حل بشه بره، ولی اینکه حالا بیاین هی قایم بکنین از هم دیگه با هم سینماتیک بخواین برخورد بکنین، به صورت خیلی سینماتیک هم رابطتون تموم میشه، همش میشه یه تراژدی غم انگیز. عامل شماره 2 تو فیلم‌های این شکلیه که همو خیلی راحت میبخشن با یه سری اتفاقات خیلی معمولی و ساده، ولی اتفاقات و رفتارهای مجرمانه یک سری مثلا مثل خیانت، که حالا مهم خیانت به چه صورتی رخ داده، اینا کلن قابل بخشش نیست تو واقعیت و نبایدم بخشیده بشه. چرا؟ چون اگه بخشیده بشه بعدها ضربات بیشتری آدم میتونه بخوره. توی کلیپی که راجب قلب ساختم، راجب اون قضیه خودکشی قبل، میتونین این داستان رو کاملا بررسی بکنین که اگر چقدر خیانت میتونه متداومن اتفاق بیفته توسط یه آدم، و یه آدم چقدر میتونه وحشتناک باشه. برای همینه که میگن آقا یه سری چیزها رو کلا بخشودنی نیست، ولی توی فیلم ها همه چی رو میبخشن و بعدم به خیر و خوشی تموم میشه. آدم سمیه که نباید بخشید دیگه. اون آدم اونو میبخشه که سهوان اشتباه کرده، غیر عمدی بوده اشتباهش. عامل شماره 1 گرند جستچر هستش توی فیلم ها، یعنی یه حرکت غیر عادی فوق خفن جذاب که تو فیلم خیلی جذاب دیده میشه. این قضیه میاد، حالا بیشتر هم پسر میاد میزنه، مثلا تو ما تو فیلم نوتبوک داریم که پسره میاد از چرخ و فلک یه قسمتیش میره بالا و یه حرکات عجیب غریبی انجام میده، یه دستشو ول میکنه از چرخ و فلک، میگه همین الان به من باید جواب بدی، با من میای بیرون یا نه، تو مال من میشی یا نه، یا مثلا نمیدونم با مشت مثلا جلو دختره تو فیلم یو میزنه تو صورت یه پسر دیگه، و اینا خیلی تو فیلم ها جذاب نشون داده میشه، هم به مخاطب هم میخواد بگه که چقدر این حرکت مثلا برای اون دختر جذاب و دیدنی بوده، ولی تو واقعیت اصلا اینجوری نیست و به عنوان یه آدم روانی و دیوانه و روان پریش شناخته میشید که از لحاظ دید هیچ دختری جذاب نیست، مگر دخترهایی که دقیقاً مریض و روان. و دختر سالم از این گرند جسترها اصلا خوشش نمیاد و این کارا رو نکنین، تو واقعیت این شکلی نیست. تو واقعیت حالا توی هر زمانی یه سری حرکات بوده که جذاب بوده و الانم اصلا چیزی که من دیدم و میدونم این حرکات جذاب نیست و کول بودن خیلی جذابه، این که نمیدونم واتس اپ برو یا واتس اپ برو اینا این که کلن واقعی باشین، هر کسی به نحوه خودش به نوبه خودش جذابه و کلا الگو برداری از فیلم‌ها کار 100% اشتباهیه. آقا خیلی مخلصیم، دوستتون دارم، امیدوارم ویدیو رو هم دوست بوده داشته باشید و سابسکرایب یادتون نره، نظرات زیباتون هم کامنت کنین، تا ویدیوی بعدی فعلا.